کمبود پرستار در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، به طوری که در سال گذشته 1590 پرستار از کار خود استعفا دادند. این آمار 2 تا 3 برابر بیشتر از موارد مهاجرت پرستاران به خارج از کشور است و در برخی مناطق کمبود نیروی پرستاری سلامت بیماران را به خطر انداخته است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. گزارش‌ها حاکی از بحران جدی کمبود پرستار در ایران است، به طوری که در سال گذشته 1590 پرستار از کار خود استعفا دادند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد استعفاها و کنارگیری‌های پرستاران 2 تا 3 برابر بیشتر از موارد مهاجرت آنان به خارج از کشور بوده است. در حال حاضر حدود 300,000 پرستار در کشور مشغول به کار هستند، اما این تعداد پاسخگوی نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیست. برخی از استان‌ها با کمبود جدی نیرو مواجهند و در برخی مناطق تنها 1 پرستار برای 8 تا 9 نوزاد وجود دارد که نشان دهنده وخامت اوضاع در این بخش است. به گفته مسئولان مربوطه، سالانه حدود 2,000 پرستار درخواست خروج از کشور می‌دهند و شمار زیادی از این نیروهای ماهر در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند. با وجود این مشکلات، هنوز بسیاری از پرستاران طرحی که در دوران شیوع کرونا به ایران قرار بود جذب شوند، به کار گرفته نشدند و نیاز به جذب فوری این نیروها احساس می‌شود. همچنین 70% از پرستاران را بانوان تشکیل می‌دهند و بر اساس قوانین اجبار به اضافه کاری برای آنان ممنوع است. از سوی دیگر مسئله ترمیم حقوق و مزایای پرستاران همچنان به درستی حل نشده است و علی‌رغم تصویب قوانین مرتبط، در عمل این گروه از نیروهای خدمات درمانی به مزایای کافی دسترسی ندارند. در برنامه 7 توسعه 25 ماده برای بهبود شرایط پرستاری پیش بینی شده که اجرای آن می تواند به تقویت نظام پرستاری و کاهش مشکلات این بخش کمک کند.